سال دوم رو که به سال یک دیروز بود میخواستم ببینم که شما مستحضر هستید که الان بعد از اینکه مدتی از آغاز به اصطلاح جنگ مسلحانه در داخل ایران میذاره، برخی نیروهایی که در این جنگ دخالت دارن و در برابر رژیم ایستادن اینها رو مورد انتقاد میدن که به اصطلاح درست نیست ادامه جنگ مسلحانه دادن سران رژیم. مثلا که نظر حضرت عالی به عنوان مجتهد اسلامی در این مورد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من از همون سابقم که اینها شروع کردن به زدن اونها و تخلف از وعدهایی که دادن و مقدمات ایجاد اختناق و ایجاد فشار و کنار زدن ها، من همون وقت می نوشتم در مقالات هم که منتشر می شد می نوشتم و به این هم هشدار می دادم که این برای هم حکومت خودتون واجه انگیزه، هم برای اسلام و مسلمان ها و این منجر به خونریزی ها می شه، برو برگرد نداره. ما یه وقت حالا مسئله شرعیش هم عرض می کنم، اما ما باید قبل از حتی مسئله شرعی، ما که مدعی هستیم که مسلمانی، مدعی هستیم که میخوایم اهداف اسلامی رو تحقق بکنیم، مدعی هستیم که وفادار به احکام قرآن هستیم، مدعی هستیم که حتی مدعی هستیم که ما همون حکومت نبی اکرم را داریم و میخوایم پیاده کنیم، ما باید عقلمون رو نباید کنار بذاریم. حتی خدا را توسط عقل پرستش میشه، خدا هم توسط تکالیف به خاطر عقل ما داده شده. ائمه ما همه ما رو هدایت کردن طرف عقل، و ما بیایم به اسم این که مثلا ما به اسلامی هستیم و میخوایم اهداف اسلامی داریم و احکام اسلامی رو در محیطون پیاده کنیم و نمیدونم از این حرفا، بیایم عقلمون کنار بذاریم. پس خود شرع میگه با عقل کار کن، خود شرع کار کردن توسط عقل، فکر کردن، تعقل کردن، با روش عقلی کار کردن، از این علاوه بر این که وجدان خود انسان، فطرت خود انسان اقتضا داره، شرع هم همینو گفته که ما عمل کنیم. من اینا رو به اینها حتی حضوراً به همین خمینی چندین بار در نامه نوشتم، نامه‌هایی که منتشر نشده نوشتم، در نامه‌هایی که منتشر شده مقالاتم نوشتم، به خودش گفتم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و الله همین امر عقلی را در نهج البلاغه فرموده که ظاهرا خطاب مالکشتره. این را من متعدد والله به خمینی هم گفتم، هم نوشتم، هم دادم به روزنامه ها چاپ کردم که با خونریزی نمیشه حکومت. در همون مالکشتره ظاهرا، در اون اثنای مالکشتره که با خونریزی نمیشه حکومت کرد. یعنی چه؟ اینجور توضیح داده بودم برای خمینی، یعنی اگه حکومت توقف داره به خونریزی بره کنار، بدون که با خونریزی نمیشه حکومت رو. و علت چی هم نوشته بودم، علت چی هم حضرت امیران رو فرموده، از قضا حضرت امیران رو فرموده. اما امر عقلیست دیگه که شمشیر که اون وقت شمشیر بوده، وقتی خون بریزی شمشیر ها رو از نیام در میاری، از قلاف در میاری، وقتی کشتی قرآن اون طرفت هم حرکت میکنه، وقتی اصله دست گرفتی روی اون طرف تیر بارون که اون طرف دارزاری، اون طرف هم بلند میشه و تو را کسان تو را همینجور قتل میکشه دیگه، و قهرن شور منجر به شورش میشه. حتی به خمینی من تذکر دادم که لبنان ثانی میکنه ایران را، بالاخره برمیگرده به جنگ داخلی، یا اینکه خدمت شما عرض میشه که یه نحوه حرکت های تند دیگه ای مثل نقشه به کودت های چیزی و این هایی که الان خونریزی کردن پدرشون در میاد. پس اگه حضرت مولا علی که میفرماد، یعنی عقل میگه و مولا علی هم فرموده، یعنی اگه دیدی حکومت توقف داره به خونریزی، از دست از اون حکومت بردار. پس یه امر عقلی قبل از این که ما حکم شرعی رو بیان کنیم، این عقل هم شرعه، این حکم عقلی که شرع هم قبولش داره و مولا علی هم قبولش داره، این امر عقلی رو ما باید به اون افراد، به حتی خود این طاغوت ها، خود این ظالم ها تذکر بدیم. و اون اینه که توقع نبود داشته باشن، هیچ کس نبود توقع داشته باشه وقتی اون نظام شروع میکنه به کشتن از یک گروه، از همه گروه ها،
شروع میکنه به کشتن، به تیر باران کردن، به ترور خیابانی و به زندان انداختن. نباید توقعش توشه که این از اون نکشن. این عکس العمل قهرشه. هزار بار با نصیحت کن، هر کاری کن، بیا دلیل و برهانم بیا که نه، من بی خود در اون فلاسفه هم بنویسم که بله اینا بی اثره. دروغه، اولا دروغه اثر داره و ثانیا این ذهنیه، ذهنی صحبت کردن، ذهنی فکر کردنه. اونی که در خارج همین که همین رو اشتو میبینید وقتی او میکشه از اینا قهرن عکس العملش اینا رو میکشن و از غذا میتونن اینها حتی به تماسک با قرآن هم برای کاراشون بکنن. اذن الذین یقاتلون و انهم ظلمو اذن از خدا. اذن اینجا من شهر دادم در اون قسمت جادم. اذن یعنی در اینجا تجویز یه نه معنیش اینجا که حرام نیست. این چون در مزان احال این بوده که حرامت باشه، مردم خیال میکردن حرامه ولو ظلم شدی نباید آدم بکشی، آدم بکشی تعبیر از شده بله فرمانه، یعنی دستوره، واجبه، واجبه. اونایی که مورد قتل واقع میشن واجبه که اینا هم مبارزه کنن و اون هم عذر للجهاد جنگ کنن، مقاتله کنن، چون ظلم واقع شده، مورد ظلم واقع شدن. خب این دسته ای که میبینه مورد ظلم واقع شده هم وجد هم به طور طبیعی ولو متدین به هیچ دینی هم نبود عکس العمل نشون میده. من از کردم گیدم خطاب به خود این خمینی کنم توقع نهشت باش که وقتی میکشی نکشن و میکشن دیگه. و علاوه بر این که قرآن هم تشویق کرده و اینا هم میگه ما معتقد به قرآنی، طبق این قرآن ما عکس العمل داریم نشون میدیم. هم عکس العمل فطری انسانیست که دفاعه، هم عکس العمل هم این که این عکس العمل را تجویز هم شده در قرآن. اینا میگن و عفت کردم حضرت عمه حضرت امیرالمومنین همون امر فطری داره ذکر، باری به حکم شرعی نداره. اونجا حضرت به مالک اشتر می نویسه که بدون که با خون ریزی ولو خون ریز افرادی ری که تو مضر میدونی، امینه بدون که هیچ حکومتی با خون ریزی نمیتونه پایدار باشه. پس اگه دیدی همون حکومت عقد نمیشه بدون خون ریزی، ولش کن حکومت را، بله با خون ریزی که نمیشه حکومت کرد. اینا رو بکش، اونا رو بکش، اونا رو بکش، اونا رو بکش، من میخوام نظام اسلامی رو پیدا کنم. از این امکان عقلی نداره. پس مولا از امیرالمومنین اون امر فطری عقلی رو تذکر داده و قرآن کریم هم اجازه طبق اون حکم فطری اجازه داده. اذن للذین، یا دستور فرموده که این کارو بکنن، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو و اینا هم تمسک به این میکنن. و علاوه باز اینم خود شما یادتونه من برانه در ایران نوشتم، چه در مصاحبه‌ام گفتم، چه نوشتم منتشر کردم، چه در نامه نوشتم به اینها فرستادم که بابا رد الحجر من حیث جا که اینم باز عبارت مال نهج البلاغه تو قسمت آخر نهج البلاغه است. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید. اینو دارن نگه میدارن. پس میبینید که نسبت به کشتار یه عده یهود به عنوان حقوق بشر چه عاطفه نشون دادن و نسبت به 40 میلیون. پس من به دروغ میگن، اگر راست میگن این کار انجام بدن. پس تمام حقوق بشر و تمام اینا بی خود اون جنبه اقتصادی است، میخوان پایگاهی در خاورمیانه داشته باشن از برای که کشورهای دیگه خاورمیانه استثمار کنن. و اگه اینجور نیست واقعا عاطفه است، خودشون باید بشن. من اینا میرارن هم از رادیو عراق گفتم، هم آمده بودن از تلویزیون بود از آمریکا، اینا رو پیغام دادن به تمام ملت‌ها، خصوصا به آمریکا و انگلستان پیغام دادن. الان هم میگم
هم کشورهای اسلامی لازمه که روابطشونو با این قبائل ها قطع بکنن، منزوی کنن اینها را، و از جایی که میدونن، از جایی که میتونن در مقام بر بیان که این نظام نابود بشه، به این اجدها از منطقه رفت بشه، و هم کشورهای غربی که اون کودتا رو برای انداختن، این فجایع مستلزم این فجایعی که میبینید در ایران شدن الان لااقل برای همون جنبه‌های انسانی که میگن برای که وجدان خودشون یه خود ترمیم بشه، یه خود از اون جریحه وجدان خودشون مداوا کنن، برای مداوا کردن اون جریحه وجدانشون اگه وجدان دارن قهرا نخرن نفت از اینها و نفروشن به اینها هسته یه ما نفرم تموم. همونطور که مستحضر هستین، چون ایران و عراق به هر حال مدتی است که در حال جنگ هستن با هم و خب از هر دو طرف کشتم شده اینها، این سال در افکار برخی پیش میاد که علت این که شما عراق رو که به اصطلاح یک کشور در حال جنگ با ایران هست انتخاب کردین دلیلش چی هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد از اینکه در منزل بودم، محصول بودم حدود دو سال، مرتب خب این خبرهایی که اینها اعدام میکردن، شکنجه میکردن، فسادهایی که میکردن، خلاف تحریفهایی که از قرآن، یعنی تفسیر برعیهایی که از قرآن میکردن، بدعتهایی که میذاشتن، من واقعا اونقدر ناراحت بودم، اونقدر ناراحت شدم که احتمال این رو میدادم علاوه بر ناراحتی خودم برای اینها ناراحت از این جهتم شدم که نبادا من به وظیفه عملم کنم و مورد خشم خدا، مورد غضب خدا قرار بگیرم. چطور ممکنه که من اینجا آسوده توی یه زن بچه‌ام باشم و این جوانها رو اینجور گلوار گوسفندوار همینجور ببرن به سلاخونه و اعدام بکنن؟ چطور ممکنه؟ من چرا فکر میکردم خوابم من لای گاهی نمیبرد؟ مترو سگور، این امشب از ساعت 7 تا 23 کنسرت، از ساعت 19 تا 23 ولی بگو 19 کنسرت با شکوه فرهاد در پاریس، ورودی فقط 120 فرانک، در سالن مجلل و با شکوه اسیم واقع در شماره 6 رو آلبر دو لپران، پاریس 7، مترو سگور. همین امشب بریز آخرش، همین امشب کنسرت فرهاد. آیا بحث کردی از اینکه قدرت داری یا نداری؟ چون در ما، مذهب ما، در مکتب ما درسته انسان باید قدرت داشته باشه تا تکلیف گردنش بیاد، اما به مجرد اینکه احتمال بده قدرت نداره نباید بشینه، باید فحص قدرتش بکنه. شما میخواد باید نماز استاده بخونی، به مجرد اینکه احتمال میدی نتونی واسی نمیشه نشسته بخونی، اول باید دست بذاری رو زمین ببینی میتونی برنش یا نه، اگه نتونستی اون وقت میتونی نشسته. باید فحص کنی انسان. من فکر کردم که آیا من فحص کردم؟ آیا قدرت دارم؟ الان محصورم در ایران، نه اعلامیه میتونم بدم منتشر بشه، نه فرد آن جنبه اینا پشت دادم، بعد گفتم در وقتی بازداشت بودم و گفتم بابا شما، من اینایی که این بیچاره هایی که شما به من یه جریده ای رو منتشر کردن، یه خونه ای بازم به مجاهدین دادن، یک نمیدونم پزشکیز، یک زخمی از اینها رو معالجه کرده، شما میکشی. من این همه بهتون گفتم که حتی گفتم که کلوخنداز رو پاداش سنگ است، اینها رو باید همونجوری که اینها به شما کمار میکشن، اینها شما رو شکنجه میکنن، اینها رو شما کتک میزنن، شما میتونید تلافی کنید و باید اقدام کنید. من دستو، من گفتم وظیفه شریتونه، من گفتم حکم خدا اینست که با اینا مبارزه کنید، حکم خدا اینست که همونجوری که اینها از شما میکشن، این کسانی که میکشن همون کشنده رو بکشید، همون عوامل این فساد ها را، عوامل این سوء آشوب ها را، عوامل این درگیری ها را، عوامل این بیچارگی ها را، اینا رو باید از من ببری. من چطور اونا رو میکشید میزنید بالای این چیز جرسقی لما من چه نمیکنید؟ حالا یاله نکردن و من آوردن در خانه، واقعا در مزیقه بودم و از خدا میترسیدم.
و فکر کردم که چیکار بکنم و گفتم من در پیش خودم گفتم من الان میتونم عراق برم و میتونم پیام هایی را به مردم برسونم، میتونم جنایات اینها را شهر بکنم، چیزایی که از اینا میدانم، چیزهای احکام خدایی که میدانم برای مردم بیان بکنم و بدعت های اینها را همونجوری که در روایات متواتر رسیده از همه ائمه رسیده که وقتی که بدعت در دین اسلام افتاد عالم باید ظاهر کنه علمشو بلا لعنت خدا بهشه، بدعت های اینها را آشکار بکنم و این بیدینی های اینها را، فساد های اخلاقی های اینا که پیدا کردن به من خبر دارم الان برای مردم بگم تا بلکه انشاءالله تأثیری در مردم داشته باشه، تأثیری در توده ها داشته باشه، اینا را منزوی کنن ولو نمیتونن مثبت کار کنن، منفی کار کنن، اینا را منزوی کنن تا انشاءالله شهرشون رفع بشه. و پیش خودم فکر کردم من میتونم برم عراق، چون من متعدد عراق علاوه بر که زندگی کردم اون سابق ها زمان اون خیلی سابق زمان اون فیصل و این ها در عراق بودم، علاوه بر این من خیلی زیاد عراق اومدم و اکثرش هم حتی زمان شاه من ممنوع الخروج بودم، اون میومدم در همون وقت میومدم سه بار اومدم و میدونست راه ها رو میدونستم و گفتم که پیش خودم فکر کردم میتونم برم و میدونستم که عراق میذاره که من رادیوش حرفمو بزنم، کشوریست که مهیات افریکه و من حرفمو بزنم. بنا روی این جد استخاره کردم فعلش خوب و ترکش عذاب بود بد بود و الحمدلله به طور براحتی آمدم. اما انتخابم به عراق از دو جهت بود، یکی اینکه از سه جهت، یکی اینکه اولا من عراق زندگی کرده بودم سابق و حوزه علمی نجف درس خونده بودم و خب آشنایی داشتم و علاوه ائمه ما در عراق هستن و خدمت مولا علی خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین ائمه ما در عراق هستن و یک کشور اسلامی است، یک کشور است که اسلامی و علاوه اکثرشون شیعه هستن و با سابقه که داشتم به خاطر ائمه اطهار، با اینکه خب الانم حوزه علمی است و هم مقداری ولو خلوت شده ولی باز مقداری طلاب علوم دینی هست، حضرت آیت الله خویی دست میگه و روی یکی این جهت انتخاب کردم عراق را، یکی اینکه هیچ کشور دیگه در عالم مثل کشور عراق نبود که بذاره من اون رادیوش تحت اختیار من که من الان حدود 9 ماه که شب نیم ساعت حرفای من منتشر میکنه، هیچ کشور دیگه ای در دنیا اینجور وسیله ای نبود که من حرفامو به ملت ایران، به مسلمان ایران، به همه ملت ایران برسونم. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شنبه فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید. رد الحجر من حیث و جا فه این نشر لاید فوق لشر، کلوخ انداز رو پاداش سنگ است، ترجمه همی عبارته، هم حجر را از سنگ اون سنگ میندازه و شمشیر میندازه، او پرس کنید که تیر میندازه به این ور از این ورم تیر از بون ور، چرا به جدی که شر فقط با شر میشه دفت، با بالا غیرتن و با مثلا تو رو خدا و اینها اثر نداره هیچ فرق، با اینکه در اولش اینا خیلی مثلا همین همین مجاهدین حدود 1.5 سال ای توسری خوردن و کشته، بلکه بیشتر توسری خوردن و خدای خوردن و نمیدونم در خیابون ها اینا رو کشتن، حتی کشتن من خودشون میکشن
چقدر زندان شما آمار میدادن در روزنامه‌شون دیگه، چقدر زندان انداختن خود روزنامه‌های رسمی اینها. یه روز من بعد از اینکه رفتم اون دفعه آخر پیش همین قمیدی و گفتم بخواد چرا این کارو میکنید و این منجر میشه به اینکه شما لبنان رو دوم میکنی ایران را، بعد برگشتم مشهد خود روزنامه های خودشون نوشته بودن که درگیری شده در به ما مجاهدین در چیز عراق و 200 نفر زخمی شده که دوباره من تلگراف کردم به اون اسم اون احمد مجددا تذکر میدم و چرا باید این زخمی ها که دوباره تلگراف کردم که جواب نداد. سه باره نامه اون نامه مربوط به قوقاها قوقا را از مولا اسلامی علمی در اون که کیهان تنها چاپ کرد، این برو برگرد نداره بالا غیرتا این رسالشون نمیشه. دیدید هرچم به اینا گفته شد هیچ اثر نکرد. یک سال و بیش از یک سال خورده اینا تعمل کردن، هرچی کشته شد ازشون کشتن ایچی نگفتن، زخمی کردن ایچی نگفتن، زندان انداختن ایچی نگفتن، مراکزشون رو بستن ایچی نگفتن، روزنامه‌هاشون رو پاره کردن ایچی نگفتن، چه بلاهایی بزن تهمتهایی بهشون زدن، چه بلاهایی سرشون در آوردن، نه هیچی نگفتن، دیدی اثر نکرد. و من مخالف بودم با این، من همون وقتم و این روزنامه ها همه چاپ کردن، خصوصا انقلاب اسلامی که من رفته بودم برای صحبت کردن و چند جلسه تهران صحبت کردم در اون چیز در اون باشگاه دخانیات، دو جلسه در اونجا صحبت کردم و مسجد عکس صحبت کردم که شلوغ شد که حدود 8 ساعتی اونجا صحبت کردم و جا بعضی جای دیگه صحبت کردم. من هم روز اول مصاحبه تشکیل شد و گفتن که خارجی رو داخلی کنن، من به خارجی کار ندارم، داخلی داخلی اومدن، حتی تلویزیون رادیو تلویزیون ایران اومده بودن، همه گیهان اطلاعات همه اومده بودن. سوالات زیاده با مقداری سانسور، هر کدوم مقداری چاپ کردن، رادیو تلویزیون نگفت ولی روزنامه چاپ کردن، هر کدوم یه تیکه چاپ کردن مصاحبه، همه اطلاعات هم گیهان همه شد. و اونی که بیشتر چاپ کرد در دو شماره در سه شماره دارن، در سه شماره انقلاب اسلامی مصاحبه را چاپ کرد با مقداری باز سانسور چاپ کرد. من در اونجا یکی از سوالاتشون این بود که حالا که اینها میزنن زخمی میکنن میزنن اینها، تو همونی که اون خمینی در پاریس گفت نمیگی حالا اون خمینی را گفتش که این شما به دست رو بکشید اون نمیگی؟ من گفتم در مرحله اول شما مرحله برید، اینا همه شون چاپ دارن اطلاع که آنها همون چاپ کردن، مصاحبه عمومی بود دیگه، رادیو تلویزیون هم داره الان. من همونجا گفتم به اینها که شما هم حق دارید وقتی تحت زور فشار، حتی برخلاف قانون اساسی این است که حتی تظاهرات آزاده، حتی راهپیمایی آزاده، حتی مجالس آزاده، و این قید فقط اون قیدی هم که شده که این نمیدونم مضمونش این است که برای ضد اسلام نباشه، اون اسلام اون میگه برای ضد، منم یه مجتهد والله العلی العظیم، من خودمو در بعضی از جهات بهتر از خمینی میدونم، منم مجتهد مثل اون خمینی، فقط اگه ولایت فقیه اگه مجتهد اگه پشت رأی مجتهد اثر داره، منم هر کجا حضرت آیت الله خویی او مجتهد اونو که قبول داره که مجتهده و خودش سنش بیشتره، خب میگه این کارا درست نیست دیگه، میگه نه خلاف شرع این کارا که نمیکنن. و دیگر مراجه که دیگر مراجه چون چه میخوان دهنشون رو ببندن، اخیرا شنیدم بعدشون اصلا علنی کردن ولو اعلامیه ندیدن اما علنی در مجالسشون گفتن که این کارا اینا بدعت مربوط به اسلام نیست. خب این چیزی که اینها این زخمی کردن و که اینا میکردن کتکی اینا میزدن چاره نبود، رد الحجر من زجا ان شاء الله لا یطو الا الشر، باید شر به شر جواب داد. مولا علی فرموده اگه اونا هم بگن ما این کارامون اسلامی میدونیم، خب من یک مشتت کاراشون ضد اسلام میدونم، هر کیم بد عادت و ضد اسلام خبیثم و خبیث ذاتم، اصلا والله من شک در اسلام بعضیشون و بعضیاشون والله العلی العظیم یکی از اقوام نزدیکش که پیش من عادله قسم خود گفته که من نه معتقد به خدا نه معتقد به پیغمبر، همین کارا رو میکنم بالاتر از اینشم، خیلی آدم خیلی امضا کرده کشتن ها رو همه این کشتن ها و همه این شکنجه ها اینا رو من
دخالت میکنم برای که دنیا هر چی میخوام دنیا برام فرهمه و من جز دنیا چیزی قبول ندارم و چیزی رو معتقد ندارم. بعضی از اون طرف این از اعتقاد خدا و پیغمبر هم ندارن که تو او شد اسلام و او شد مشتهد. دیگران آقا حضرت آیت الله خویی مشتهد نیست، من مشتهد نیستم، آقای گلپایگانی مشتهد نیست و اون آقای دیگه مثلا مشتهد نیست، اون آقای دیگه مشتهد نیست، همه میگن یا این کار خلافه. در این حال میبینی من همون ملعون خمینی اون من میشنسه اون وقتا اگه من یه چیزی سفارشی میکردم میگفتن حرف تو رو به اندازه دو عادل قبول میکنه، تو شهادت تو رو به اندازه دو عادل قبول میکنه، او مطمئنه که من دروغ نمیگم، مطمئنه که من خوبم و همه یه حرفا رو بهش رسوندم و هیچ از این گوشش گرفت از اون گوشش در کرد و من لزا یقین کردم که خودش از دینش دسته و معلوم نیست که متعهد به چه چیزی هست. من والله الان حتی شک در اسلامش دارم. خب این طرف در باز سند داره میگه مولا علی گفته، من به اینا عرض کردم همون وقت گفته، ولی در همون مصاحبه بشتم خب همه هم چاپ کردن دیگه، موجوده الان موجوده، گفتم که مرحله مرحله برم بالا، الان که اونا کتک میزنن اینا هم بزنن روشن بیشتره. مشهد هم گفتم، اونجا هم گفتم، مصاحبه مخفی که نبود که همه چاپ کردن منتشر کرد. او انقلاب اسلامی یه مدتی بود من نمیدونم 400,000 تا چند در شماره تیراژ دارم و دیگر روزنامه همه نوشتن که گفته بزن بزنی اینا رو بزن فعلا بزنی تا برسه به نوبت به زخمی کردن و برسه به کشتن. و سوالشون هم بود که عرض کردم، گفتن همون حرف خمینی، خمینی که گفت شما به دست رو بزنید بکشید، گفتم من مرحله مرحله میگم، اول بزنید همونو که میزنن شما بزنید که مشهد هم همینو گفتم و بعدش برسه مره مره بره بالا. پس اینا هم فطرت انسانی همچین چیزیه. شما یک گوه حتی فطرت حیوانی که گوه بره بزنید اتاق محصولش کنی میپره چنگولی تو میزنه دیگه، برو برگرد نداره. فطرت انسانی به دفاع خودشه که چه شما بگیش اشروعی چه شما شما انجام میگیره، اون حرف بی خودیه. یا در کتاب فلون جامعه شناس، فلون روانکاو، فلون فلسفه تاریخ نویس بنویسه این کارش اثر نداره، باده دلیست خالی کرده یه اثری نداره، در اجتماع اثر نمیاره. اجتماع بالفطره دفاع میکنه، میکشن یا میکشه و زخمی میکنن میزنه، زخمی میکنه و تازه یواش یواش قدرتمندم میشه. چون این دست شما ببینید هرچی بیشتر کار کنید قویتر میشه، از کار بندازید و قهرن کار باش نکنید دیگه، از اون میتونید حرکتش بدید، چشتونه یه مدتی ببینید دیگه نکور میشه نمیبینید. وقتی که در این راه یعنی در راه مبارزه حرکت کردن، روز به روز قدرتشون بیشتر میشه، قویتر میشه، روز به روز خدمتشون از میشه که خون ریزی به اصطلاح اینا خون ریزی بیشتر میشه. اون طرف باید درست کرد، اگه میخوای اصلاح کنی اون طرف باید گفتش که چرا این کارو میکنی. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید. این دوم سوم این که اصلش برای من سکونت در کشور دیگه از امکان ندار، برای که من به عنوان هجرت اینجا آمدم و من هیچ حاضر نیستم که پناهندگی اسلام، فقط به خدا پناهنده میشم، امکان نداره. اولا کشورهای غربی که من اصلش نمیتونم زندگی کنم در اونجا، من طبعم جوریست که من روحانی هستم و خب احتیاط کار هستم و اصلا نمیتونم با اون محیط، از محیط ها نمیتونم زندگی کنم، محیط های غربی و کشورهای دیگه هم بلا شک پناهندگی میخواد. من هیچ حاضر نیستم از هیچ کشوری، از هیچ فرد
فردی جد خدا پناهندگی بگیرم. من تنها پناهنده به خدا هستم و اینجا من به عنوان الانم من هیچ مدرکی چیزی برای موندن اینجا ندارم. هیچی نیستم. همینجور اومده همینجورم هستم. اینا هم میدونستم که به خاطر همین جهت اینکه من آشکار میکنم فسادهای این آرا، اینا به عنوان مهاجرت من قبول میکنن، به عنوان مهاجرت میذارن من ساکن باشم در نجف. و اصلش به برای من پیش خودم بله من میشد پناهنده به سازمان نمیدونم ملل و این چیزا پناهنده بشم و منو به یک کشور غریب ببرم، ولی با این سبکی که من هستم، با این وضعی که من میتونم زندگی کنم، امکان نداشت که کشور دیگه به این سبک من قبول کنه. به همین سبکی که بدون اینکه پناهنده باشم، بدون اینکه مدرکی داشته باشم، اینجا من زندگی کنم و اونم در یه حوزه علمیه. و مهمش هم اون دچت اوله که یکیش این بود که عراق من زندگی کردم و ائمه ما در عراق مدفونن و حوزه علمیه نجف در عراق. یه جهت دیگه شما اصال هدف من این بود، اصلا من میخواستم بیام تو حرفام ملت ایران برسونم. حال کجا میرفتم که حرفام ملت ایران برسونم؟ جز عراق برام، حتی سعودی هم برفت من قبول میکرد همین جوری، و اونجا هم مدینه مشرفه بود، خیلی انسان دلش میخواد اونجا زندگی کنه. اما دیگه او حاضر نبود را دوش تحت اختیار من بذاره و من بتونه من وظیف خودم عمل کنم. به اون برای اون هدفی که من از ایران خارج شدم راهی نبود الا کشور عراق. و اما راجع به جنگ که کشور عراق با ایران جنگ کرده، من در سلسله صحبت هام در اون، چون حالا در فصل سوم نه ماه که من صحبت کنم، در فصل سوم صحبت هام هستم، در اون فصل اول صحبت هام من بیان کردم هیچ کسی خیال نمی کم کسی نمیگم هیچ کسی مگه خود این طاغوتا، مگه همین خود این ملعون هایی که الان حکومت میکنن به اینا، خود اینا خوب میدونن. اما از کسانی که در خارج کشورن یا از کسانی که خارج گودن یا با اینها نیست نبودن و نیستن، از همه اینا من بهتر اینو میدونم که جنگ کی برافروخ. اول جنگ را من بیان کردم، در جلسات متعدد بیان کردم که همون خمینی و منم نصیحتشون هم کردم گوش نکردن. از همون ماه سوم چهارم پنجم دیگه هفتم و هشتم، یعنی بعد اون مجلس خبرگان اول، اینا دیگه تندم. حتی در مجلس خبرگان ما نزاهای راجع به روابط بین المللی که جوری اینا میخواستن تنظیم بکنن که سلطه‌گری نسبت به کشورهای دیگه باشه، ما مخالفت کردیم. و از قانون اساسی هم بازم اونجوری که روابط بین المللی ایش اونجوری که نه سلطه باشه، نه سلطه‌گر باشه و نه سلطه پذیر باشه، به اون صراحت نیست هنوز در قانون اساسیتون. این مقدار هم که میبینید سبک شده، ما فعالیت کردیم که سبک شده، و الا اینا میگفتن ما باید انقلابمون صادر بکنیم. اگه انقلابمون در داخل کشور بمونه مثل آبی که توت میمونه میگنده، انقلابمون میگنده. از قانون اساسی باید جوری کنیم که انقلابمون صادر بشه، از فعالیت داشته باشیم. که من و بعضی دیگه خیلی اینجا گفتیم نه شما میخواید کشور را از بین ببرید، این زمان پاشا بس بزک نیست که کشور گشایی باشه، خود کشورتون هم ملتتون هم نابود میکنید از بین میبرید، و رابع طبیعتون از بین میبرید، امران آبادیتون از بین میبرید. و ما خیلی نصیحتشون کردیم، ولی بعد مجلس خبرگان یادشونه ملت ایران میدیدن دیگه. این از سازمان های آزادی بخش دوتن که از حزب الدعوه رو بسته آمده بود و از سعودی و عنوان سعودی رو گفتن از کشور سعودی نباید اسمش باشه و اسمش جدرت العرب بود، و اون رو بسته ها از اونجا نماینده آمده بودن. و خضای مفصل من در رادیو عراق مفصل بگیرید، اون فصل اول گفتارم در این موضوع مفصل نوشتم، اختلافاتی که بین همین کسانی که مال بواسطه بینا هستن در اون مجلس بودن با ابو جهاد که نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین بود، اختلافاتشون، نزاهاشون که اینا میخواستن اون روبستای سعودی رو بردارن چیزشون دبیر کنن در هیئت رئیسه، و مفصل صحبتهایی که من کردم و اینا رو من مفصل در اون فصل اول گفتارم که در عراق در رادیو عراق منتشر شد بیان کردم. از همون اول اینا شروع کردن اشتلم کردن، شروع کردن تاختن به همه کشورها، نه تنها به کشور عراق. و حتی قبل از اینکه عراق حمله بکنه به ایران، اونها محققن
علاوه بر اون انفجارات که در بغداد را انداختن، علاوه بر اون خودشون می نوشتن که می بستن پاسگاه های عراقی رو می بستن، به توپ بستن، با تیاره هاشون، با هلیکوپتر هاشون تجاوز به خاک عراق کردن. البته اگر عراق همون جواب ایستاد و او هم جواب مرزی می داد و جلو نمی اومد که خیلی بهتر بود، ولی به این توهم که چون حالا ارتش ایران به هم خورده است، به این توهم که به نظر من این مقدار، یعنی من مدرک دارم، نه اینکه همینجوری بگم، با مدرک من این حرف می زنم که نظرش این بود که این مقداری بیاد جلو، ظاهرا این مقدار دلش میخواست بیاد که دست اینا نفقه بشه تا مجبور بشن اینها که دست از این جنگ سردشون و دست جنگ مرزیشون و اینها بکشن. چون چند بارم از اینجا، خود اون خمینی میدونه، خود اون پلیت میدونه که چند بارم از اینجا فرستاد، همین دولت اینجا فرستاد به پیش خمینی که بابا ما یک کشور انقلابی هستیم، شما کشور انقلابی هستید، ما اول شما رو به رسمیت شناختیم، بیا با هم متحد بشیم مقابل امپریالیسم. او پاشه یک کفش کرد که نه، باید دولت عراق سرنگون، انقلاب ما باید اول به عراق صادر بشه. و خدا رحمت کنه و مرحوم شهید سید محمد باقر صدر که یکی از نوابق آیت اللهی فوق آیت الله بود، به نظر من یکی از نوابق بود که من همیشه افسوس میخورم، افسوس میخورم چرا نموند و چرا مجتمعت اونایی که وعده داده بود موفق نشد بنویسه و خزینه ای بود از برای علوم اسلامی، اگه این کارو میکرد و جزو نوابق بود. او از سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. آدرس جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید. کسانی نیست که حوزه‌های ما بتونه به زودی تربیت کنه مثل او. او در هر قرنی بلکه چند قرنی یک نفر مثل او میتونه، تو اون مقایسه با این مراجع معمولی نبود، چون علوم دیگه ای داشت که اینها نداشتن و دستش استعداد فوق‌العاده بود، نظیر بو علی سینا که در زمان خودش النوابق بود در استعداد، او هم در زمان خودش، پدرش هم البته آسد حیدر آیت الله اسد حیدر، او هم از زمان خود خیلی خوش استعداد بود، او در فقه اصول و اینها نابغه بود، ولی این هم در فقه اصول و هم در علوم جدید و مکاتب جدید، مکاتب فلسفی و مکاتب اقتصادی جدید نوشت برای خمینی که ما شرایطی که در عراق در ایران بوده و هست غیر شرایطی است که در عراق اون شرایط نداره. اجازه بدید من بیام ایران، حالا حکومت اسلامی رو اول در ایران بیاده کنیم و بعد نوبت عراق برسه، الان موقعش نیست. و او جوابش تلگراف داد، تلگرافی که میدانست از نایه دولت به اون میرسه، از نایه با تلگراف جواب داد که شما به جهادت ادامه بده، به زودی این دولت سرنگون میشه، که موجب این مقدمه شد برای اینکه این نابغه از نابغه عالم نابغه اسلامی از اسلام گرفته بشه، که خود بهش با اینکه نمیشه یک مند اینه، یک موجود دیوانه میدانم، یک موجود خودخواهی میدانم که عذابیست به ملت های اسلامی، و خدا هرچه زودتر ریشه بکنه که چقدر خبیثه ما و چقدر ریاکار بود که مدت ها همه رو گول زد. و از مطالبی که من نقل کردم همون فصل اول و دوم گفتار ما که انشاءالله بشنوید میبینید که چه جنایاتی، اون جنایاتی که ظاهر کرده که ظاهره دار کرده، و اما چه ارتباطاتی که من باش، چقدر من نصیحتش کردم، چقدر من باش صحبت کردم، چقدر من بهش اتمام حجت کردم،
و هیچ در این پلید تأثیر نکرد و روز به روز به جنایاتش افزود. اون مرحوم آسمان باقرم شهید آیت الله سید محمد باقر صدرم بهش نصیحت کرده بود که بابا جان نیست، عراق اینجور نیست که تو خیال میکنی، مر شرایط ایران در عراق نیست، اول حالا عراق ایران رو درست کنیم که عراق تلگرام که نه به جهادت ادامه بده و منجر شد به اونجا که نباید منجر بشه که همه میدانن دیگه این فاجعه را، این فاجعه به همه این فاجعه مطلع هم. و بعدم که عراق دید مثلا تا یه اندازه پیش آمده بود همه باز اینو شنیدن مرارن رادیو گفت از رادیو عراق منتشر اینا گفتن ما چشم داشت بخواه که ایران نداریم، بیاید صحبت کنیم با مذاکره، ما برمیگردیم از اون جایی که گرفتیم برمیگردیم، ها آتش بس هسته دادم همون چند روز بعدش بود دیگه، آتش بس دادم برمیگردیم. بقیهش هم که همه ملت ایران و ملت در چه در خارج کشور چه در داخل کشور مگر عناد داشته باشن، اگه عناد نشته باشن همه میدانند که عراق از اون وقت که یه مقدار پیشروی کرد از اون وقت در مقام این برمیمه عرض کردم اشتباهش همین بود که نباید در خاک ایران بیاد، همون وقت که آمد گفت من چشم داشت ندارم. باز من در همون بحث هم سریع قرآنه، اگر حتی یکی از که گروه ها تایبه از مسلمان ها گروه هم مسلمان ها تجاوز کنن بر گروه دیگه هم بازم باید آتش بس باید بشه، بازم باید جنگ متوقف بشه و کشورهای اسلامی باید پادرمینه کنن و مصالحه بین اینا برقرار کنن. این اینها از اول حاضر بودن، از همون اولی که مقدار پیشروی کردن ولی اون اشتباه کردن، پیشروی کردن و سریع قرآن هم هست که ولو تجاوز کردن ولو پیشروی کردن بازم باید آتش بس بشه. جان بیان کردم اونجا که این طائفتان من المؤمنین تتلو فاصله بینهما و بیان کردم اگه دو طائفه جنگ کنن جنگ در صورتی است که یا هر دو متجاوز بشن یا یکی متجاوز بشه، اگه هیچ کدوم متجاوز نباشه که جنگی، من سر مرز خودم تو سر مرز خودت، تو خونه خودتی من خونه خودم، جنگ نداریم. من اگه خواستم تجاوز به تو کنم یا تو به من تجاوز کنی یا هر دو به هم تجاوز کنیم اونجا جنگ درست میشه. قرآن سریعه در تجاوزه، قتال نمیشه الا با تجاوز، یعنی اگه هر دو تجاوز کنن به هم یا یکی تجاوز کنه به دیگری در این دو صورت باید کشورهای اسلامی پادرمینه کنن و مصالحه بینشون برقرار کنن. بعدش از که فقط اهدام و الان اخرى تجاوز کنه یعنی قبول نکنه صلح را، اگه یکی از کشور از این دو دسته قبول نکنن صلح را همه باید به او فشار بیارن. این سریعه قرآنه و تفاصیل هم رجوع کنید و از نبی اکرم هم روایت شده که دو مسلمون اگه بروی هم شمشیر بکشن ولو یکی یکی رو بکشه هر دو القاتل و المقتول هر دو در جهنم القاتل و مقتول. سؤال شد خب قاتل معلوم مقتول گم مقتول هم حضرت فرمود مقتول هم میخواست بکشه شمشیر کشته بود اون یکی رو بکشه، دو در دو مسلمان نباید بروی هم شمشیر بکشن ولو یکی تجاوز کنه به دیگری در عین حال یه دست تجاوز کنن به دیگری. قرآن میفرماد همون در مورد تجاوز هم باید کشورهای اسلامی پادرمینی کنن و مصالحه بینشون برقرار کنن. تا حالا هم تمام سازمان های بین المللی نمیدونم مربوط به همه عالم مربوط به اون غیر متعهد ها مربوط به اسلامی ها همون کنفرانس اسلامی که همه این ها پادرمینی کردن و میبینید الان اون طرفه داره تخلف میکنه. حالا تخلفش به خاطر چیست؟ به خاطر باز هنوز اون مغزشون نازش گچه مثل این که هنوز خیال میکنن عهد پادشاه بزبزکه. رضا همین اخیرن هم روزن میگن تو رادیوشون همین اخیرن اون اوایل که اون تابوت میگم ما باید عراق اول بگیریم دیگه کار این کشورهای کوچیک اطراف همین خلیج فارس تموم کارشون و عربین هم میگیریم و اخیرن هم باز مکررن ای رادیو ایران رو گفته باشیم همینا میگن نه ما باید به عراق پیروز بشیم و پیروزی به عراق والله العلی العظیم اگه شنیده باشید دیگه قسم هم نمیخواد بپرسید، اگر نشنیدید از ایران با تلفن کسب اطلاع کنید از اون که رادیو ایران میگیره. در همین رادیو ایران گفتن که پیروز باید به عراق پیروز بشیم و پیروزی ما به عراق تنها پیروزی به عراق نیست، پیروزی به تمام منطقه. پس قصد اینا است که در تمام منطقه از اولم بوده که عراق حمله میکرد چه عراق حمله نمیکرد اینا قصدشون بود که منطقه رو بگیرن و یک امپراتوری مثلا اسلامی تشکیل بدن و اینکه انقلابشون در داخل کشور نمونه که مثال میزدن میگن آب توز بمونه میگنده، اگه انقلابمون در داخل کشور بمونه میگنده، برای نگندیدن انقلابشون از اول قصد تجاوز داشتن. حالا شما
ملاحظه کنید ببینید کدوم دسته. البته ایران ربطی به ایران نداره، این حرفا ملت ایران نمیخوان همین دسته. ببینید کدوم دسته. اون یک کار بیجایی که این طرف کرد و در خاک ایران آمد بدتر بود، فاجعه انگیزتر بود، یا این چی اموری که قبل از حمله عراق اینو انجام دادن و بلا شک خستشون این، اگر عراق هم حمله میکرد میکرد اینو حمله میکردن، خستشون گرفتن اینجا بود. این کارهای قبلیشون، فعالیتهای قبلیشون، آشوب افکنیهای قبلیشون و دخالت در امور داخلی کردن قبلیشون که حتی گفتن همون چیز قبل از جنگ دیگه، همین شخص ملعون امین خمینی گفتش که حتی با سربازای عراقی گفت برید بیرون، مثل که به ایران میگفت این همون تبلیغات رو در رادیو نسبت به عراق انجام میدن. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید. شکی نیست این جایی رو برا میندازه، شکی نیست هر کشوری باشه خب از خودش وقتی از حکومتش میترسه، هیچ شکی نیست. البته اگه صرف خدایی باشه تا هیچ با هزار بار بالاتر از این هم تبلیغات بشه او ساکته. ما صحبت هایی نیست که یک فرد نیست در عالم پیدا نمی کنی یه همچین دولتی که کاملا اینا که به نام اسلام مسلط شدن به ملت ایران، ببینید چه جنایاتی دارن میکنن. اونایی که اصلا میگن حکومت ما مذهبی نیست، شما توقع داشته باشیم ازشون که بله هیچ تخلفی از احکام خدا نکنن. البته بازم حرام بوده حمله اینها، بازم نادرست بوده حمله اینها، دلیل نمیشه. ولی که حتی خمینی بگه سربازای عراق برن، افسرهای عراق برن، بازم شرعا نمیتونه حمله کنه به داخل بشه در خاک ایران. ولی شما توقع نداشته باشید نیست از حکومت، کدوم حکومت در عالم حکومت به این سبکه که طابقا نعل به نعل به احکام اسلامی و به احکام انسانی عمل بکنه که این از این کشور توقع باشه. یه ترس خودش دیگه دید داره آشوب میندازن، گفت بله ما یه خود بریم جلو تا اینا رو در مضیق بذاریم و قرار ببندیم که بله او به امور داخلی ما دخالت بکنه، ما به امور داخلی او دخالت نکنیم. همین برای این بود. ولذا از اولا میگفت به یک وجب خاک ایران ما چشداش ندارم، خب بیا صحبت کنیم. اینو حاضر نشدن. حالا تمام کشورهای عالم با درمیونی کردن و اینا حاضر نشدن. شما نگم پس اولا من ربطی به جنگ و حرفا کار من نداره. من هدفم این بود که مطالبی که لازمه به ملت ایران برسونم، فجایع اینها رو ذکر بکنم، فعالیت هایی که خودم کردم و برای تاریخ آینده ایران، اگه کسی بخواد تاریخ آینده ایران رو بنویسه این لازمه برای اینکه اینا رو بدونه، بیان کنم بدعت های اینا رو به حسب وظیفه شرعیم آشکار کنم برای مردم، اظهار کنم بدعت های اینا را، تفسیر برای اینها را اظهار بکنم، مظالم اینها را، ظلم ها و تجاوز ها و قتل ها اینها را اعلان کنم به عالم که وظیفه شرعی ما انجام بدم. و انتخاب من اینجا رو گفتم به خاطر حوزه علمیه، به خاطر که سابق زندگی کردم، به خاطر که ائمه ما مطمئنن در عراق، به خاطر که حوزه علمیه نجف از مرجع شیعان در نجف و من ازش استفاده کنم اینجا. و یکی هم این بود که رادیوی عراق می منتشر می کرد، می رسن منتشر می کنم و هیچ رادیویی در عالم نیست که 9 ماه الان مرتب هر شب رونم 24 ساعت 5 بار منتشر میشه. یک هر بیانیه من 5 بار منتشر میشه در رادیو عراق. هیچ کشوری نبود که این توسعه رو به من بده، این زمینه رو برای من مهیا بکنه. این من برای این کرد و گفتم در اولم گفتم همین حزب بعث بود و خمینی هم نجف بود و اعلامیه های او و نمیدونم همین رادیو عراق برنامه روحانی هم داشت، از طرف خمینی میرفتن اونجا صحبت میکردن و من هم این رادیو رو به عنوان یه رابطی به یه رسانه‌ای
اندخل کردم بیش از غیر از اینم گیرم نمیمد که حرفام مردم برسونم. یه اولا و ثانیا رو هم رفته همونطور که در فصل اول و دوم به حرفام بیان کردم، قبل از جنگم تقصیر این گور خبیثی که به ایران حاکمن بوده که میخواستن انقلابشون صادر کنن و میخواستن منطقه را بگیرن، حتی عربین شریفین را بگیرن و خود من هم از کردم. این دیگه باید رجوع کنید به همون نوارهای اون دو فصل بگیرید، براتون بیان کردم. و بعد از اینکه یک خطای عراق کرد داخل در ایران شد، بعد از چند روزش که خرابی ها اینجورا نبود، انقدر خرابی ها نبود، هیچ کدوم از شهر ایران خراب نشده بود و خرابی ها اینجوری نبود و گفت بیاید صحبت کنیم که ما در امور داخلی هم دخالت نکنیم، صحبت کنیم، من برمیگردم میرم. و اینا گوش نکردن. من همونجا در ایران از اول من مخالفت با جنگ کردم، میرم در مصاحبه هام که منتشر شد، در صحبت هام با همون که نمیخوام اسمشو ببرم، حالا از ایران رفته، خودش میدونه در حال تب بود و قبول کرد که این جنگ خلافه، گفت میرم احوال کردم ولی گوش نکرد، رفت احوال، یعنی خلاف عهد کرد، رفت احواز و بازم مون، بازم به جنگ آمه داد با عراق. و این جنگ درست نبود، ضد قرآن بود و ادامهش هم اصلش ضد خدا از قرآن بود، هم ادامهش ضد قرآن بود و ادامهش خیلی بیشتر از اصلش زدیون زد به هر ملت، به ملت ایران و ملت عراق، بلکه به منطقه. و ادامهش بیشتر منافع رسون به جیب امپریالیستا و به جیب کارخانه‌دارهای اصله و به نفع اسرائیل تموم شد و برای اسرائیل زمینه دخالت شد، زمینه نفوذش و زمینه تجاوزش به لبنان فراهم کرد. ادامهش هم طرف اونا اصل برافروخته شدن جنگ هم همون خمینی و گروهش، خمینی و کسانش برافروختن جنگ را، ادامهش هم اونا دادن. فقط اینجا خطایی که عراق کرد، اون اول حمله کرد و پیشرویش بود در ایران و اون هم به تصور این که این چون ارتش ایران به هم خورده است و مقاومت نمیشه، ما با اندک طلبی جلو میریم و میریم پای میز محاکمه تا از شر این شرورها، از شر این متجاوزها راحت بشیم با قراردادی که میبندیم. خیلی متشکرم جناب استاد. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می‌توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسید.